دلفوزه سنگینوه ساکن 38 ساله شمال کشور است. وی سال 2015 گرفتار بیماری ویروس نارسایی مسونیت آدم شد. سنگینوه سرچشمه سرایت را شوهر مهاجرش می داند. و نقل او شوهرش از سال 2010 برای پیشبرد زندگی به روسیه می رفت و بعد 5 سال مهاجرت آلوده ویروس شده به وطن برگشت. دلفوزه گفت که سال 2015 حامله شد و در وقت تشخیص طبی دختران معاین کردند که زن گرفتار این بیماری است. بعد حامله داریم وقتی که همین دوره سه چهار ماهی حامله داریم همه آنالیزو میگذارم از همین آنالیزی منم یک همین ویروسی ونیمه ها میبراید بعد من دفروز خیلی دکتران سوال جا میکنن که اینجا شدی اینجا من گفتم خواهش اولا مهاجری مینتی از همین سبب ممکن همینجا باشد. قهرمان ما گفت که سال 2015 شوهرش در مهاجرت هنگام گرفتن پتن میفهمد که گرفتار ویروس نارسایی مسونیت آدم است. او را از روسیه برای 5 سال همان وقت اخراج میکنند. اما مرد این را پنهان میدارد تا ایلهش پاش نخورد. بعد پرسش های با تکرار کارمندان مقامات حفظ حقوق مرد میگوید که با زن روس ایله دار بود و نمیدانست همسر روسش آلوده ویروس است. حالا دلفوزه مادر دو فرزند است. پسرانش سالم بوده، خودش و شوهرش به تاثیر داروهای ضد ویروسی زندگی میکنند. شوهرش در یک ساختمان کارگری کرایه است. در گرمی تابستان و سردی زمستان کار کردن نمیتواند. تنها در هوای مساعد کار کرده میتواند. زن برای جای کار یافتن تلاش میورزد، اما میترسد که همه کارخانه ها و دیگر ابیکت هایی که تمیزکار میگیرند کاغذ تیپی طلب میکنند. این زن میگوید، زن و شوهر بیمار با ترس از آشکارشوی سیر بیماریشان و بدتر شدن وضع اقتصادیشان زندگی میکنند. زیرا بعد اخراج شوهرش از روسیه دیگر نمیتواند به مهاجرت رود. زن باشد بیکار است.